گزارش سال 2016 سازمان ملل میگوید رتبه جهانی ایران در نشاط اجتماعی 105 است در بین 158 کشور دنیا. منتقدان مدام نگرانند که تحریم‌ها و فشار اقتصادی می‌تواند باعث شود تا نشاط اجتماعی و شادی در جامعه کمرنگ‌تر هم بشود. البته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با خبرنگار شبکه NBC گفته در خیابان‌های تهران قدم بزنید، خواهید دید که مردم ما چقدر با نشاطند و متوجه خواهید شد که آمریکا به آنچه می‌خواسته نرسیده است. تصاویر زیادی هم مدام از خیابان‌های ایران در فضای مجازی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد خیلی از مردم تنها به دنبال بهانه‌ای برای شادی در خیابانند. اما این تصاویر به مزاج خیلی‌ها هم خوش نمی‌آید. از جمله احمد خاتمی از امامان جمعه ایران. بعضی میگویند بگذارید جوانان ما شاد و بانشاد باشند، اما شادی را نباید به معنای عبور از خطوط قرمز خدا دانست. همین اختلاف سلیقه باعث می شود وقتی فیلم رقص و شادی کارگران پتروشیمی تندگویان به مناسبت عید مذهبی قربان در فضای مجازی دست به دست می شود، امام جمعه شهر چمران این تصاویر را هنجار شکنی و مایه تأسف می خواند و خواهان برخورد قضایی با کارگران است. نمونه دیگر انتشار این ویدیوست. زنی در عبیانه آواز می‌خواند و بلافاصله با پیگرد قضایی مواجه می‌شود. مثال دیگر هزاران دانش آموزی که در ده‌ها مدرسه آهنگ جنتلمن ساسی مانکن را خواندند. بسیاری از مسئولان خواهان برخورد با معلمان و مدیران مدارس شدند. کودکان مدارس با شور و حرارت اما به کار خود ادامه دادند. البته در مدارسی هم معلمان همسو با حکومت سعی در ترویج باورهای دینی و عرفی دارند. عبور از خط قرمز خدا، عبور از خط قرمز باورهای دینی، هنجار شکنی، تهاجم فرهنگی، برهم زدن نظم عمومی و ده‌ها کلید واژه از این دست بهانه‌هایی است برای برخورد با شادی و نشاط اجتماعی. مردم اما فارغ از بایدها و نبایدها خط قرمزها را نادیده می‌گیرند و بهانه‌هایی برای شادی پیدا می‌کنند. گویی حکومت حرف خود را می‌زند و مردم راه خود را می‌روند. مریم افشنگ، BBC.